به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. پیامدهای مرگبار افزایش شدید گرما در خاورمیانه. مطالعات نشان می‌دهد در صورتی که به انتشار گازهای گلخانه‌ای توجه نشود، تا پایان قرن سالانه نزدیک به 123 تن از هر 100 هزار تن در شمال آفریقا و خاورمیانه به خاطر گرما جان خود را از دست خواهند داد. بر اساس یک مطالعه تازه پیش بینی می شود که اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای به شدت ادامه یابد، تا پایان قرن سالانه تقریبا 123 نفر از هر 100 هزار نفر در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه جان خود را در حوادث مرتبط با گرمای شدید از دست خواهند داد. این حدوداً 60 برابر ارقام فعلی و خیلی بیشتر از پیش بینی ها بر اساس سناریوی مشابه در سایر مناطق جهان است. بر اساس این مطالعه که در نشریه لنست سلامت سیاره منتشر شده، در این میان ایران با آمار احتمالی 423 نفر در هر 100 هزار نفر در سطح این فهرست قرار می گیرد. در این حال این گزارش که از جمله با کمک محققان در دانشگاه بهداشت و پزشکی گرمسیری لندن انجام شده، می گوید که اگر میزان گرمایش زمین در حدود 2 درجه بماند، امکان جلوگیری از 80% آمار مرگ بر اثر گرمای شدید وجود دارد. حمله پهپادی ناموفق. رسانه های ایرانی از یک حمله پهپادی ناموفق بر یک ساختمان مربوط به وزارت دفاع این کشور در اصفهان خبر می دهند. رسانه های ایرانی چهارشنبه از حمله پهپادی تازه و ساختمان وزارت دفاع این کشور در اصفهان خبر داده و می گویند شب گذشته مجتمع امیرالمومنین وزارت دفاع در اصفهان هدف حمله ناکام یک ریز پرنده قرار گرفت. گفته می شود که این پهپاد قبل از انجام فعالیت خنسا شده است. بر بنیاد گزارش ها این ریز پرنده توسط نیروهای حفاظت پیرامونی مستقر در مجمع و توسط سامانه های پدافندی در اختیار آنان مورد اصابت قرار گرفت و نتوانست هیچ خساراتی به این مجمع وارد کند. اعلام دولت در تبعید از سوی غنی. ای‌بی‌ان فارسی می نگارد. حلیم فدایی والی پیشین خست می گوید محمد اشرف غنی هنوز هم رئیس جمهور قانونی افغانستان است و باید دولت در تبعید را برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی و تعامل با جهان اعلام کند. آقای علیمی گفته است اگر اشرف غنی نمی خواهد دولت در تبعید را رهبری کند، باید کمیسیون متشکل از اعضای مهم نظام جمهوریت را به رهبری امرالله صالح معاونش تشکیل دهد تا به نمایندگی از نظام جمهوریت با طالبان مذاکره کند. به گفته وی طالبان چندین بار تعهدات دوحه را نقض کرده و هیچ علاقه به یک دولت قانونی ندارند و در ضمن این گروه در لست سیاه سازمان ملل قرار دارند. او همچنان افزود تلاش های فردی تماس با طالبان، تسلیم شدن در برابر جنایات کنونی و هر نوع فعالیت نظامی و کشتار انتقام جویانه بحران را در افغانستان عمیق‌تر می سازد و در نتیجه امنیت منطقه و جهان را تهدید می کند. پیش از این نیز برخی از چهره‌های مطرح کشور بر آغاز گفتگوهای بین الافغانی برای حل منازعه جاری در افغانستان تاکید داشتند. طالبان هنوز در این زمینه چیزی نگفتند. بازجویی از رئیس جمهور پیشین برزیل به دلیل دریافت هدایای گرانبها از شاهزاده سعودی. پلیس برزیل در مورد جواهرات اهدایی یک شاهزاده سعودی از جایر بولسونارو رئیس جمهور پیشین این کشور بازجویی کرد. پلیس فدرال برزیل جایر بولسونارو رئیس جمهور پیشین این کشور را به اتهام تلاش برای وارد کردن جواهرات به ارزش چند میلیون دلار مورد بازجویی قرار داد. گفته می شود که جواهرات مورد نظر شامل گردنبندهای الماس و ساعت رولکس است که توسط یک شاهزاده سعودی به او هدیه داده شده بود. آقای بولسونارو گفته است که تا ماه دسامبر، یعنی یک سال پس از ورود آنها به کشور، از وجود این اقلام اطلاعی نداشت. در غیر این صورت ورود آنها را به گمرک اطلاع می داد. او همچنین گفته است که هرگز آگاهانه قانون را زیر پا نمی گذارد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. و درود.